به ترتیب دعوت می‌کنم از سرکار خانم منیر قیدی، کارگردان فیلم دسته دختران، جناب آقای محمد رضا منصوری تهیه کننده فیلم، سرکار خانم نیکی کریمی و سرکار خانم فرشته حسینی از بازیگران فیلم، جناب آقای میلاد اکبر نژاد نویسنده، جناب آقای حسین سلیمانی بازیگر، جناب آقای حمید نجفی را تدوینگر و جناب آقای حسن نجفی مدیر جلوه های بصری فیلم، جناب آقای سامان لطفیان فیلمبردار فیلم، سرکار خانم صدف عسکری بازیگر فیلم، جناب آقای ابراهیم امینی از دیگر نویسندگان فیلم، جناب آقای عباس عباسی طراح گیریم، آقای مهدی حسینی نیا بازیگر و جناب آقای مهدی ابراهیم زاده صدا بردار فیلم دسته دختران. خیلی خوش اومدین خانم آقای. خیلی عالی بود. خدا قوت مرسی. سلام. مجدد خیر مقدم میگم به عوامل محترم فیلم سینمایی دسته دختران، چون عزیزانی که الان در جایگاه حضور دارند و عزیزانی که الان در جایگاه نیستن ولی جزو عوامل سازنده فیلم محسوب میشن و در صندلی های سالن نشستن، یعنی اون جایگاه نیستن. خب اگر همه دوستان هستن من شروع بکنم، ابتدا از صاحبان مادی و معنوی کار طبق روال قبلی جلسات و نشست ها و بعد تک تک دوستان هر کدوم یک دقیقه دو دقیقه خیلی در زمان کم و کوتاهی اگر میشه صحبت بکنید درباره تجربه فیلم، ساخت فیلم، حضور فیلم در جشنواره و اگر نقطه نظر دیگه‌ای در این باره دارین تا بعد من سوالات دوستان اهالی رسانه رو بپرسم. جناب خانم قیدی شما بفرمایید. سلام عرض می‌کنم، خیلی خوش آمدین. ببخشید اگر که یه ذره فیلم اذیتتون کرد. وقتی که از جنگ حرف میزنیم یه ذره ناگزیریم که تلخیاش هم ببینیم. خیلی نمیخوام، چیز خاصی ندارم که بگم، فقط قبل از هر چیزی میخوام تشکر بکنم از گروه بسیار درجه یک، عالی و همراهم، که واقعا این فیلم فیلمی نبود که من بتونم تنهایی بسازمش. فیلمی که دیدین واقعا نتیجه زحمات صد و خورده آدم بود و من یکی عضو کوچیکی از بین این عزیزان بودم. خیلی ممنون. جناب آقای محمد رضا منصوری تهیه کننده محترم فیلم. منم سلام عرض میکنم، خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستیم. تجربه غریبی بود فیلم دسته دختران. من هم همانند خانم قیدی از گروه هم تشکر میکنم که مردونه و جانانه پای این فیلم وایسادن تو شرایط سخت کرونایی و ما رو یاری کردن. من در خدمتتون هستم. خیلی ممنون. سرکار خانم فرشته حسینی از بازیگران فیلم. سلام، خیلی خوشحالم که فیلم رو اینجا دیدیم با شما. من خیلی این فیلم رو دوست دارم، برای اینکه یکی اینکه خب خیلی هممون زحمت کشیدیم، بعد اینکه من یه ایده ها و فکرهای دیگه ای داشتم راجع به جنگ و بعد وقتی که این فیلم رو بازی کردم، تازه فیلم بود ولی اینطور شدم که چقدر وحشتناکه، چقدر سخته و مثلا آدم های عادی و بچه ها چجوری تونستن تو اون شرط زندگی کنن. بعدم اینکه این اتفاقای دیگه افتاد، همونطور که همه خودتون میدونید، جنگ تو افغانستان، بعد یه ها اینطور شدم که خیلی چیز وحشتناکیه و من خودم به شخص همه تلاشم این بود که توی این فیلم همه هم بتونیم اینو نشون بدیم که جنگ خیلی چیز وحشتناکیه و خیلی اتفاقای عجیبی توی جنگ میفته و امیدوارم که فیلم رو دوست داشته باشیم و این تأثیر رو روی شما گذاشته باشه و خیلی خوشحالم و افتخار میکنم که یه عضو کوچیکی توی این فیلم بودم. خیلی ممنون. خیلی ممنون از سرکار خانم حسینی. میلاد
اکبر نژاد، یکی از نویسندگان فیلم سینمایی دسته دختران. سلام عرض میکنم و خوشحالم که کنار شما فیلم رو تماشا کردم و سپاسگزار تک تک عوامل فیلم هستم، از خانم قیدی کارگردان بسیار خوبمون تا بازیگران درجه یکمون و همه عواملی که در واقع اون پشت کمتر دیده شدن ولی حضورشون لحظه لحظه داستان رو متبلور کرده، و تشکر از شما. خیلی ممنون. جناب آقای حسین سلیمانی، از بازیگران فیلم سینمایی دسته دختران. سلام، خیلی خوشحالم که اینجا کنار شما این فیلم رو دیدم. میدونم که تشکر کردن از خانم قیدی شاید تکرار باشه، ولی شاید فرصتی نباشه که تو چند روز آینده بتونم بازم ازشون تشکر کنم. من بهشون خیلی مدیونم. توی 6 ماهی که تقریبا کنارشون کار کردم، به نظرم میتونم بگم هر روز یاد گرفتم از خانم قیدی، از بازیگرای عزیزی کنارشون کار کردم، خانم پناهی، خانم کریمی، خانم حسینی، خانم عسکری، خانم زین‌العابدین و همه بازیگرا. ممنونم، خوشحالم که اینجا باهاتون هستم کنار شما. مخلصیم. خیلی ممنون. حمید نجفی را، تدوینگر خوب فیلم سینمایی دسته دختران. سلام عرض ادب. ممنون که در واقع فیلم رو کنار ما دیدین. همجوری که آقای منصوری گفتم، برای من هم خیلی تجربه غریبی بود این فیلم. یعنی من جزو آرزوهام بود که توی مونتاژ یه چنین فیلمی بتونم کار بکنم، مونتاژ بکنم. یه چیز جالبی بگم که من در هر صورت سالها مستند کار کردم و یکی از کسایی که خیلی توی مستندهایی که کار کردم برام جذاب بود، یه انسان خیلی ارزشمند و عجیبیه به اسم سه ساله موسوی که اینجا یاسین نقش سالی بهش میگفتن. این یک شخصیت مستنده و همین مدلی که لباسش، این لباس تنش نیست، این به صورت مستند وجود داره. و خیلی خوشحالم که این آدم در زندگی واقعیم دیدم و اینجا تجربهش کردم. تشکر میکنم از آقای منصوری و خانم قیدی که واقعا اعتماد کردن به من و امیدوارم که فیلم هم دوست داشته باشید. ممنونم. ممنون حمید جان. و آقای حسن نجفی، مدیر جلوه های بصری فیلم. سلام، من هم حسن نباشید میگم به همه عزیزان. کار جلوه های ویژه فیلم های جنگی همیشه جز سخت‌ترین کارهاست و پرزحمت‌ترین. ما تقریبا از اول پروژه همراه تیم بودیم و تا امروز. خیلی تشکر میکنم از خانم قیدی و آقای منصوری که به ما و تیممون اعتماد کردن. ممنون. خیلی ممنون. بیام به این سوی جایگاه و از سرکار خانم نیکی کریمی شروع کنیم. خانم نیکی کریمی، از بازی در این فیلم و تجربتون اگه بگید خوشحال میشم. باید اینو بزنیم. سلام عرض میکنم. میخوام خسته نباشید بگم به همه عوامل گروه، بچه ها همگی، واقعا 6-7 ماه نمیدونم دقیقا چقدر، همه سعی کردن بیشترین توانشون رو بذارن. تهیه کننده خانم قیدی، سامان لطفیان عزیز، بعدش آقای نجفی اراد و تمام بازیگرها واقعا خیلی زحمت کشیدن. الان که فیلم رو میبینم متوجهم که همه 100% وجودشون رو گذاشتن و به همه تبریک میگم. مرسی. خیلی ممنون. سامان لطفیان، فیلمبردار فیلم. و اگر میشه دوستان از اینجا به بعد یه ذره تونتر، خیلی سوال اومده رسیده به هم که بتونیم در 45 دقیقه نشست بپرسیم. سامان جان بفهم. مرسی که فیلم رو دیدید، تعامل کردید. امیدوارم که تاثیرگذار بوده باشه. صدف کامپیوتر صحبت کنید. سرکار خانم صدف عسکری، بازیگر فیلم. مرسی که فیلم رو دیدین. خسته نباشید میدم به همه گروه هم. من هر وقت که فیلمی رو میبینم و تموم میشه به خودم میگم که دوست داشتی توی این فیلم بازی کنی یا نه. امروز که دسته دختران رو دیدم افتخار میکنم که توی این فیلم بازی کردم و کنار آدم های بزرگی که کلی کار کردن و خیلی خسته نباشید میگم واقعا به همه گروه. ممنونم. مرسی. خیلی ممنون. آقای ابراهیم امینی، از دیگر نویسندگان فیلم.
سلام، عرض ادب، خیلی خوشحالم که در جمع شما هستم. متشکرم. خیلی ممنون. آقای عباس عباسی، طراح گریم فیلم سینمایی دسته دختران. سلام عرض میکنم، خیلی خوشحالم که اینجاییم هممون و خیلی خوشحالم که این فیلم رو کار کردم، در خدمت تمامی دوستان بودم. یه تشکر زود بکنم از تیمم، سیامک احمدی عزیز و بقیه بچه‌هایی که خیلی 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 زحمت کشیدن تو این کار. مرسی. جناب آقای مهدی حسینی نیا، بازیگر فیلم دسته دختران. سلام، دور تندش به ما رسید، خیلی مخلصم. مرسی که بودین و فیلمو کنار هم دیدیم. و جناب آقای مهدی ابراهیم زاده، صدا بردار فیلم سینمایی دسته دختران. سلام به همه، خیلی خوشحالم که تو همچین فیلمی بودم، باعث افتخار. خیلی ممنون از آقای ابراهیم زاده. خب بریم سراغ سوالات که خیلی زیاده و سعی میکنم سریع همه رو بخونم و دوستانم اگه میشه کوتاه جواب بدن، حالا کامل، به هر حال کوتاهی دلیل نشه که جواب کامل داده نشه. پرسش اول از بابک جوادی از سینما ایداله که من میپرسم، هم آقای منصوری میتونن جواب بدن هم خانم قیدی. با توجه به ترکیب مردانی هیئت داوران، به نظرتون تا چه حد به فیلم شما که یک فیلم کاملا زنانه است توجه میشود؟ و به نظرتون برخی از فیلمسازان فاخرساز حاضر در این هیئت مخالف فیلم شما نخواهند بود؟ با چه سوالی هم شروع شد؟ والا من نمیدونم منظور از فاخرساز منظورشون چی بوده، ولی انشالله که اینجوری نباشه، انشالله که عدالت رعایت بشه. خیلی ممنون. یه سوال دیگه هم کردن آقای جوادی از خانم نیکی کریمی. نوشتن ضمن تقدیر از بازی فوق‌العاده شما در این فیلم، سالها بعد از برج مینو و بوی پیراهن یوسف، شما با کیفیت بالای بازی دهه هفتادتون برگشتین. چه تفاوتی بین نوع بازیتون در آن سالها و دسته دختران می‌بینید؟ شما چه تفاوتی می‌بینید؟ خیلی توییتی جواب دادن خانم کریمی. از موج آنلاین این سوال رو کردن. آقای منصوری شما باید پاسخ بدید. آقای منصوری، سال گذشته از نحوه انتخاب سیمرغ مردمی و عدم نظارت به سامانه سمفا انتقاد کردید. با توجه به تغییر مدیران و سیاست‌های جشنواره، امید به دریافت سیمرغ مردمی دارید؟ خدمتتون عرض کنم پارسال که ما یه فیلمی ساختیم که تا لحظات آخر، میتونم بگم تا روزای آخر، جزو صدر جدول بود. اینکه امید داشته باشیم، بله امید داریم، چرا که نباید داشته باشیم. انشالله که اتفاقات خوبی بیفته توی اکرانای مردمیمون. اما انتقاد من از سیستم سنفا این بود که هیچ تغییری نکرده. این بود که اساسا سیستم سنفا یه سیستم اطلاع رسانیه، نمیتونه روی آرا بتونه کنترلی داشته باشه. من پیشنهاد میکنم که این سیستم برگرده به همون خانه سینما، چون که ما هنوز که هنوزه، من اگر موبایل هم براتون باز بکنم، پیامک هایی دارم که کسانی رفتن فیلم ما رو دیدن و اسمسی که باید برگشت داشته باشه که شما اومدین فیلم رو دیدین، یه شماره کد بده و بتونه رای گیری بکنید، با تأخیر شاید یک روزه به دستشون رسید، در صورتی که بعد تا قبل از 12 روز ظهر روز بعد بتونن رأی گیری کنن. بله، من کماکان انتقاد دارم و فکر میکنم که سنفا یک سیستم جامع اطلاع رسانی به جهت فروش و آنالیز سینما چگونه میتونه رو آرای مردمی نظارت بکنه. بله، هیچ تغییری نکردن. خیلی ممنون. این سوال رو خانم مهسا بدری از ماهنامه فیلم پرسیدن. یه تعریفی کردن خانم قیدی نسبت به شما، چند خط تعریف. من سریع میرم سراغ سوالات. لطفاً بگویید آیا شخصیت‌های داستان برگرفته از شخصیت‌های واقعی‌اند و تجربه زیسته شما چه نقشی و تأثیری در شکل‌گیری ایده داستان داشت؟ و سختی‌های کارتان به عنوان یک فیلمساز خانم و تنها کارگردان خانم در این جشنواره چه بود؟ بله. اول بگید که آیا شخصیت‌های داستان برگرفته از شخصیت‌های واقعی است؟ واقعیت اینه که 100% نه.
خب ما تمام کتابایی که مربوط به این موضوع و این مقطع تاریخی و در ارتباط با خانم آبود رو تقریبا خوندیم، ازشون گرته برداری کردیم، ولی اینکه صرفا یک شخصیت رو مستقیما از داخل کتاب‌ها یا خاطرات وارد فیلممون بکنیم، خیر، به این شکل نبود. تقریبا همه کاراکترهایی که در این فیلم می‌بینید ساختگی هستن. فکر کنم جواب سوال بعدی هم پس در این یه جوری باشه. تجربه زیسته شما چه نقشی و تأثیری در شکل‌گیری ایده داستان داشت؟ والا تجربه زیستی که خب من زیستی زمان جنگ اونقدر سنم نبود، مخصوصا شروع جنگ که بشه بهش گفت تجربه زیستی، ولی بیشتر بعد از جنگ مطالعات در مورد موضوع داشتم. به هر حال ولی من فیلمسازی هستم که تا احساس نکنم که یک موضوعی رو فهمیدم، درک کردم و میشناسم و روش شناخت دارم، فکر نمی کنم که اصلا بتونم کلن بسازمش. اگر هر موضوعی رو که انتخاب بکنم به عنوان فیلم که قرار باشه بسازم، حتما روش تسلط خواهم داشت قبل از هر چیز. خیلی ممنون. سوال بعدیشون هم درباره سختی کار فیلمسازی بود که فکر کنم توضیحی دادید دیگه درباره. اگر که بخوایم که جنسیتی بود فکر کنم که سوالشون، خیر به نظرم به عنوان یک فیلمساز زن سختی ویژه‌ای نداشتم. همون سختی که ممکنه که یک کارگردان مرد داشته باشه توی کار جنگی به این سنگینی، منم همون مشکلاتو داشتم. فقط از خدا میخواستم صبح بتونم بلند شم، زنده باشم، هنوز بتونم برم پلانا رو بگیرم، به خاطر اینکه واقعا فشار کاری خیلی زیاد و سنگین بود. ولی این فکر نمی کنم ربطی به زن و مرد نداره به نظرم. خیلی ممنون. سوال بعدی از امید سهرابی، نوشتم فارس، احتمالا خبرگزاری فارس منظورشونه. سلام و ارادت و عرض خسته نباشید. خواستم بگم خرج خسته نباشید. در برخی پخش ها فیلم شبیه به تنگی ابو غریب شده است، مخصوصا موسیقی و جلوه های ویژه آن. آیا عمدی از این کار وجود داشته است؟ خیر، من فکر میکنم که ما الگوهای خیلی بهتری داریم در جهان و حتی الگوهای بهتر ایرانی داریم که من فکر میکنم سالهای قبل آقای درویش، آقای حاتمی کیا ساختن، کار کردن. خب من خودم با هر دو این عزیزان یک کوچولو کار کردم و من که البته خب سعی کردم همیشه سینمای خودم رو داشته باشم و حتی از الگوی خارجی هم نداشته باشم، ولی اگه قرار باشه که الگویی داشته باشم حتما تنگی ابو غریب نبوده. جناب آقای یاسر موحد فرد از پایگاه خبری شاهنامه نیوز نوشتن چه الزامی دارد صحنه‌های دلخراش جنگی در تصویر نشان داده شود، در حالی که همانطور که در بسیاری از نماهای همین فیلم هم نشان داده شده، در فرهنگ دفاع باید فرهنگ حماسی و از خودگذشتگی را نشان داد؟ به نظرم این نظر ایشونه. ما داشتیم در مورد جنگ صحبت می‌کردیم. وقتی که از جنگ صحبت می‌کنید به نظرم ناگزیرید که صحنه‌های جنگی رو نشون بدید. ایشون تعبیرشون اینه حتما که در دفاع باید چیکار کرد؟ صحنه‌های حماسی و از خودگذشتگی نشون داد. بله، فکر می‌کنم اونو خیلی نشون دادن قبلا. ایشون اگه یه سرچ بکنن فیلم‌های قبلی رو حتما این فیلم‌هایی که دوست دارن رو توشون میتونن پیدا کنن. یه نقدی هم داشتن این که در جزئیات دقتی به جزئیات فیلم نشده، مثلا طراحی جلد کتاب و برخی عکس‌ها برای دهه 60 نیست، یا چگونه سرباز ایرانی پوکه داغ تازه شلیک شده را با دست خارج می‌کند. این هم یه انتقادی بودن، انتقاداتی داشتن در مورد جزئیات فیلم. آقای عباس علی اسکتی از روزنامه هنرمند از خانم فرشته حسینی سوال پرسیدن. خانم حسینی، متاسفانه شرایط کشور شما هم مثل خیلی از روزهای سرزمین ما خوب نیست. این موضوع مشترک جنگ چقدر باعث شد با این نقش همزاد پنداری کنید؟ فکر کنم توضیح دادید در ابتدا، حالا بازم این نکته دیگه دارید بفهمید. اول که من یادم رفت تشکر کنم هم از خانم قیدی، هم آقای منصوری، هم همه بچه ها و پارسرام توی کار، برای اینکه خیلی کمکم کردن که بتونم این نقش رو بازی کنم. ببینید،
خیلی میتونستم باهاش همزاد پنداری کنم، چون من خودم اصولا خیلی آدم آرومیم و اون کاراکتر خیلی شبیه خود من نبود، ولی وقتی که تصور میکردم مثلا موقع بازی کردن و اینا، همیشه تصویر زنایی که همیشه تو افغانستان میدیدمشون، خب من خودم هیچ وقت تو اون شرایط اونجا نبودم ولی تو مدیا و اینا میدیدم، همیشه سعی میکردم تصویر اونا رو بیارم توی ذهنم. مثلا اونجایی که مثلا میگم بیچاره مادرم، بیچاره مادرش، واقعا به همه اون مادرها فکر میکردم و تاثیر گذاشت. مرسی. خیلی ممنون. صالح دلدم از ستاره سینما این سوال رو پرسیدن، یه جور سوالشون انتقادیه. خانم قیدی، کارگردانی و بازی‌ها و فضاسازی قابل قبول بود، اما با توجه به بودجه 20 میلیاردی فیلم بهتر نبود روی فیلمنامه بیشتر هزینه و کار می‌شد تا این چنین شاهد فقدان شخصیت پردازی و نبود نقطه عطف و تبدیل یک اثر داستانی به مستند نباشیم؟ خیر. دیگه حالا خودشون میتونن جواب کوتاه بدن، جواب تفصیلی بدن. آره، به همین میزان اکتفا میکنن. جناب آقای مسعود احمدی از انجمن منتقدان نوشتن که اینجا بخش عمده فیلم را بر نماهای پرتحرک گذاشتید، اگر درست بخونم. این تبحر در کارگردانی نماهای جنگ چگونه به دست آمده؟ خیلی ممنونم، لطف دارین به نظرم. ولی خب من تایم خیلی زیادی رو دستیاری و منشی صحنه‌گی کردم با کارگردانای خیلی بزرگ و خوبی در ایران. یه کوچولو تجربه کارهای جنگی هم داشتم به عنوان منشی صحنه و دستیار. به هر حال سنی هم ازم گذشته، خیلی جوان نیستم. یه سری حافظه تصویری هم داریم که به هر حال به کمکمون میاد این جور جاها. و به هر حال ممنونم که لطف دارین و فکر میکنین که تصاویر خوب شده. اما واقعیت رو اگه بخوام بگم و همه چیز رو به نام خودم تموم نکنم، سامان لطفیان فیلمبردار فوق‌العاده‌ای هستش، به نظر من که میشه گفت پدیده‌ای هست در شغل خودش، و من خیلی لذت بردم از همکاری با سامان. خیلی کمک میکرد، خیلی همفکری میکرد و به نظرم توی این بخش واقعا ما با هم خیلی تونستیم که همکاری داشته باشیم. این سوال رو آقای محمد شاکری از انجمن منتقدان نوشتن و پرسیدن. برخلاف رویه حاکم بر کارگردانان دفاع مقدس که از پرداختن به متن حوادث جنگ پرهیز میکنند، خانم قیدی فراتر از فیلمهایی که درباره خرمشهر ساخته شده همچون دوئل و روز سوم، متن درگیری های جنگ را هدف قرار دادند. از خانم قیدی این سوال را دارم که این جسارت در ورود به خط اول جنگ از کجا آمد؟ جسارت میگن از کجا آمد؟ تا این سوالی بود. والا یه سر سوالتون سخته، نمیدونم. بالاخره من یه فیلم سازم دیگه، حالا این موضوعی بوده که فکر کردم که دوست دارم بسازم و میتونم بسازم. به این فکر نکردم که شاید جسارت میخواد یا جسارت دارم یا ندارم. از اونجایی که کارگردان خیلی خودم به عنوان کارگردان تکنسین و کسی که حالا مثلا دائم کار میکنه نمیشناسم و نمیدونم و خیلی دلی کار میکنم، واقعیت اینه که به اون بخشش فکر نکردم. فکر کردم که این فیلمیه که دوستش دارم و میتونم بسازم. همین. خیلی ممنون. این سوال رو آقای علی منصوری از سرزمین هنر از خانم قیدی کردن، ولی به نظرم نویسندگان کار آقای اکبر نژاد و آقای امینی هم میتونن پاسخ بدن. حالا هر کدوم از دوستان، به نظر شما باید نقش زنان در جنگ را آنطور که بوده روایت کرد، یا نقش زنان را از آن چیزی که بوده است پررنگ‌تر نمایش داد تا هویت اجتماعی امروزی زن ایرانی که یک سابقه تاریخی داشته باشد؟ یه ذره جمله بندیش بکنم یا من بد خوندم؟ منظورش اینه که باید پررنگ‌تر باشه یا اینکه همونطوری که بوده روایت کرد؟ یعنی به نظرتون میاد که نقش زن در تاریخ ایران کمرنگ بوده که میگین پررنگ‌تر باید نمایش داده بشه یا گفته بشه؟
واقعیت اینه که به گمانم به ویژه در دوران جنگ نقش زنان چنان پررنگه که در بسیاری اوقات درام، شعر، ادبیات قادر نیست از پس نمایش اونها بر بیاد. خیلی ممنون. آقای مهدی سلیمانی از سلام سینما نوشتن خدا قوت به تیم سازنده برای این فیلم دشوار. خانم قیدی، فیلم داستان یک خطی داشت یا صرفاً به تصویر کشیدن رشادت‌های زنان جنگ بود؟ اینم دوباره نویسندگان میتونم پاسخ بدم. فیلم داستان یک خطی داشت یا صرفاً به تصویر کشیدن رشادت‌های زنان جنگ؟ ببینید، قضاوت خودمون اینه که داریم یک فیلمی کار میکنیم، یک فیلمنامه‌ای نوشتیم که قصه گوه با کاراکترهایی که هر کدوم در کنار همدیگه یک هدف مشترک دارن و به تنهایی هر کدوم داستانی دارن. در نتیجه به گمانم با یک فیلمی سرکار داریم که راوی یک قصه پرفت و خیزه. آقای مهدی سلیمانی دو تا چیز دیگه هم نوشته بودن. یکی اینکه خانم حسینی تبریک میگم، بازی بسیار خوبی از شما دیدیم. و بعد از بازی آقای حسین سلیمانی هم تقدیر کردن، گفتن بازی حسین سلیمانی مثل همیشه عالی بود. سنیعی، آقای خانم سنیعی از خبرگزاری تسنیم، آیا پایان فیلم برای یک فیلم دفاع مقدسی و حماسی و مقاومت قابل قبول است؟ همه در حال فرارند، شهر در حال سقوط است. ببخشید که ما در مورد به هر حال یک شکست فیلم ساختیم. هممون میدونیم که به هر حال خرمشهر سقوط میکنه. به نظرتون اگر که غیر از این بود خودتون سوال نمی‌کردین که چگونه تو فیلم ما خرمشهر سقوط نکرد؟ ولی با همه اینا من فکر می‌کنم اتفاقا این فیلم در مورد سقوط اتفاقا اصلا نبود، بیشتر در مورد عشق بود و اتحاد بود و امید به آینده. به نظرم اگر که یه بار دیگه پایان بندی فیلم رو ببینید، اصلا کلن داره در مورد مفاهیم دیگه ای تو فیلم صحبت میکنه. مشابه سوال قبل. منظورم میخوام یه نکته هم اگر زودی من اضافه کنم. اونم این که تصویر پایانی بیشتر از این که نه اصلا حاوی شکست نیست. کاراکترهای ما در مسیر داستان به این نتیجه میرسن که میتونن جان آدمها رو نجات بدن. این آدمها که خود من چون خوزستانی هم درکشون میکنم و بخشی از زندگی منه، آدم‌هایی هستند که بعداً به این شهر بازگشتن، یعنی برگشتن. خرمشهری‌ها و آبادانی‌ها بعداً به این شهر برگشتن و زندگی کردن. این تصویر جان نجات انسان هاست. خیلی ممنون. مشابه سوال قبلی رو آقای خانم ساعدی از هنر آنلاین هم پرسیدن، گفتن لطفاً از خانم قیدی بپرسید آیا فیلم پایان بندی بهتری نمیتوانست داشته باشد؟ سرنوشت خانم نیکی کریمی در فیلم چه شد؟ والا خیلی بده اگر که بخوایم که دوباره یه بار دیگه توضیح بدیم که ماجرا چی شد. من فکر نمی کنم با اون انفجاری که خورد خانم کریمی تونسته باشن زنده بمونن. یعنی مشخص نبود به نظرتون؟ شما حالا نمیدونم. بعدم این که چی بود اون یکی، یه چیز دیگه هم بود؟ همین پرسیدن پایان بندی بهتری نمیتوانست داشته باشد؟ خب حتما که میتونست، شاید اگر شما کار میکردیم بهتر میشد. ما انقدر بلد بودیم دیگه، ببخشید. ادامه ای هم داشت سوالشون، آیا با این اثر ژانر ایشان به تکرار نمیفتد؟ خیر. بله. این یه ذره بعد خطه، باید زمان بذارم بخونم. شایان ربیعی از روزنامه دنیای اقتصاد، با سلام و خدا قوت، بازآفرینی شماری از عکس‌های معروف خرمشهر در دوران جنگ به خوبی کار شده بود که به یک معنا ادای احترام به مدافعان گمنام خرمشهر است. اما غیر از این به نظر می‌رسد که نگاه ملی زنانه در فیلم برجسته نشده است. زنها به واسطه نسبت‌های خانوادگی وارد مهلکه می‌شوند. آیا این موضوع کمی در تعارض با رویکرد یا موضع شما نیست؟ میگن که خانم‌ها به واسطه نسبت خانوادگی وارد مهلکه شدن. آیا این موضوع کمی در تعارض با رویکرد یا موضع شما نیست؟ نمیدونم اصلا شما مگه میدونید که موضع من چی بوده که
بخوای بدونی که در تعارض با اون بوده یا نه. شما یعنی از من بهتر میدونستید احتمالا که موضع من چی بوده. به نظرم یه ذره ذهن خوانی کردین انگار. نسبت های فامیلی احتمالا درگیری هایی که مثلا هر کسی با خانوادش داشته شاید مثلا منظورشونه. ولی حتی اگه اینم باشه نمیدونم که ایشون ذهن من از کجا میدونستن که چی توش بوده که این با اون در تضاده. اونش برام جذابه. ببینید حالا قبل از این که در واقع به این مسئله بپردازیم که واقعا چه تعارضی وجود داره بین ذهن خانم قیدی و آنچه که وجود داره، به هر حال هر کاراکتری توی درام باید یک مشخصه هایی داشته باشه، یک نقطه ضعف هایی داشته باشه، یک چالش هایی داشته باشه و این چالش ها علل اغلب از دل خانواده یا شخص یا درون خودش به وجود میاد، ورنه تبدیل به یک اتفاق هولانگیز گاهی وقتها نمیشه. جناب آقای علیرضا سعیدی کیاسری از سایت خبری حالا مستند اگر اشتباه نکنم، ضمن سلام و خدا قوت، بفرمایید توی فیلم شما چقدر چرا شخصیت‌ها رنگ ندارند و نمیتوان و لایه‌های شخصیتی آنها را توی قصه لمس کرد و دید؟ دوستان سوالا رو می‌ذارم خوشخط بنویسید، سخت واقعا خوندنش. بفرمایید. اگر که منظورتون از این که رنگ ندارن اینه که تفاوت کاراکتری نداریم، که خب این من راستشو بخواین خیلی نمیپذیرم، چون که به نظر میرسه که ما اتفاقا خیلی تاکید داشتیم که نماینده های مختلفی رو از جامعه داشته باشیم تو گروهمون. نمیدونم منظورتون از رنگ الان دقیقا چیه. اگر این باشه که من راستش باش موافق نیستم. بخش دومش چی بود؟ نمیتوان لایه‌های شخصیت آنها رو توی قصه لمس کرد. ولی خب به هر حال ما داشتیم در مورد یه گروه صحبت می‌کردیم. خب فیلم ما فیلمی که بر اساس یک کاراکتر باشه نبود. خب حتما اگر که ما یک کاراکتر یا دوتا داشتیم طبیعتاً به اون چیزی که شما منظورتونه قطعا نزدیک‌تر می‌شدیم. ولی وقتی که شما دارین در مورد 5 تا شخصیت حرف می‌زنین که هر کدوم برای خودشون به هر حال اصلی حساب میشن، به قول حسین سلیمانی اصلی های فیلم هستن، خدمت شما عرض بکنم که هر کدوم تایم خودشون رو میخوان، هر کدوم فرصتی میخوان که بعد بهشون نزدیک بشیم. من گمانم اینه که به اندازه‌ای که وقت داشتیم، فرصت داشتیم، به خلوت همه آدم ها و کاراکترها نزدیک شدیم، به سرنوشت همشون پرداختیم و سعی کردیم این اتفاقی که شما می‌فرمایید نیفته. حالا اگر که بازم تو این زمینه خیلی موفق نبودیم، ان‌شاءالله که سعی می‌کنیم که برای فیلم‌های بعدی بیشتر تلاش کنیم. این سوال رو خانم فریبا قلی‌زاده از تلویزیون سحر افغانستان از خانم حسینی پرسیدن. خانم حسینی، بازی در چنین فیلم‌هایی به نظرم حس وطن دوستی زیادی رو می‌طلبه. با توجه به اینکه شما ایران رو وطن دوم خودتون میدونید، بازی در این فیلم به خاطر همین حس بود؟ ممنون میشم از حستون بگید. راستش خیلی فرق نمیکنه حسم نسبت به افغانستان یا ایران. من جفت این کشورها رو دوست دارم، برای اینکه اینجا به دنیا اومدم و خودم رو ایرانی میدونم، برای اینکه اینجا به دنیا اومدم و پدر مادرم افغانستانیان و خودم رو افغانستانی میدونم. راستش خیلی فرقی نمیکنه به اینکه تو چه جوری حس داشته باشی، چون حسا یه جور کار میکنن و من واقعا دوست دارم اینجا رو. اینجا بزرگ شدم، اینجا درس خوندم، دوستان مال اینجا بودن و خب حسش میکنم. حالا میخونم که مثلا تو کامنت ها که مثلا میگن شما رو چه که تو فیلم جنگ ایرانی بازی کردین، ولی من فکر می‌کنم همه ما میتونیم درک کنیم که وقتی تو یه جا بزرگ میشی، وقتی تو توی یه خانواده به دنیا میای و اونجا بزرگ میشی، نمیتونی خودتو جدا از اون خانواده بدونی. مرسی. خیلی ممنونم از خانم حسینی و تمامی عوامل فیلم سینمایی دسته دختران که در این نشست حاضر شدند و به پرسش‌های خبرنگاران و اهالی رسانه با سعادت پاسخ دادند. زمان نشست تموم شده، ولی خب آقای جوانشیر از منتقدین سینما، محمد رضا کاظمی از خبرگزاری آنا،
محمود رضا فرغانی از باشگاه خبرنگاران جوان و آقای امیر احوارکی عزیز از انجمن منتقدان هم سوالاتی داشتن، نکاتی رو داشتم اونتا چون زمان نشست تموم شده فرصت نبود بپرسم. حسین سلیمانی عزیز اگه در یک دقیقه زمان تموم شد آقای احوارکی، خواهش میکنم که بذارید که نشست به خوبی جنبندیش تموم شد.